تفسیر خوز اربعه من التیر فسرهن الیک. تو خلیل وقتی ای خورشید هوش، این چهار اطیار رهزن را بکش. زان که هر مرغی از اینها زاغ وش، هست عقل عاقلان را دیده کش. چار وصف تن چون مرغان خلیل، بسمل ایشان دهد جان را سبیل. ای خلیل اندر خلاص نیکوبت، سر ببرشان تا رهد پاهاب زسد. کل توی و جملگان اجزای تو، برگشاو که هست پاشان پای تو. از تو عالم روحزاری می شود، پشت صد لشکر سواری می شود. زان که این تن شد مقام چار خو، نامشان شد چار مرغ فتنجو. خلق را گر زندگی خواهی ابد، سر ببر زین چار مرغ شوم بد. بازشان زنده کن از نوعی دگر، که نباشد بعد از آن زیشان ضرر. چار مرغ معنوی راهزن، کرده اند اندر دل خلقان وطن. چون امیر جمله دلهای سوی، اندر این دور خلیفه حق توی. سر ببر این چار مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. بد تو طاووس است و زاغ است و خروس، این مثال چار خلق اندر نفوس. بد حرص است و خروس آن شهوت است، جاه چون طاووس و زاغم نیت است. منیتش آن که بود امید ساز، طامع تابید یا عمر دراز. بد حرص آمد که نولش در زمین، در تر و در خشک می جوید دفین. یک زمان نبود معطل آن گلو، نشنود از هوش جز امر کلو. همچو یغماجیست خانه می کند، زود زود انبان خود پر می کند. اندر انبان می فشارد نیک و بد، دانه های در و حبات نخود. تا مبادا یاغی آید دگر، می فشارد در جوال و خشک و تر. وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف، در بغل زد هرچه زودتر بی وقوف. لیک ممن ز اعتماد آن حیات، می کند غارت به محل و با عنات. آمن است از فوت و از یاغی که او، می شناسد قهر شهر را بر عدو. آمن است از خواجه تاشان دگر، که بیایندش مزاحم صرف بر. عدل شهر را دید در ضبط حشم، که نیارد کرد کس بر کس ستم. لاجرم نشتابد و ساکن بود، از فوات حظ خود آمن بود. بس تأنی دارد و صبر و شکیب، چشم سیر و مسرست و پاک جیب. چشم سیر و مسرست و پاک جیب، کین تأنی پرتو رحمان بود. وان شتاب از حظه شیطان بود. زان که شیطانش بترساند ز فقر، بارگیر سبز را بکشد به عقر. از نبی بشنو که شیطان در وعید، می کند تهدیدت از فقر شدید. تا خوری زشت و بری زشت و شتاب، نی مروت نی تأنی نی ثواب. لاجرم کافر خورد در هفت بطن، دین و دل باریک و لاغر زفت بطن.